سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. به معنی واقعی کلمه توی یک ماه گذشته تمام تلاشم بودش که طراحیم بهتر بشه و میتونم بگم هر روز طراحی انجام دادم و تمرین کردم. بیشترشون خیلی خوب عذاب در می اومدن، بیشترشون رو اصلا دوست نداشتن و میذاشتمشون کنار یا نصف رهاشون می کردن. و خب این تریه که واقعا دوستش داشتم تو این چند وقت. و همطور که همیشه مادرم به هم میگن بهتر اول راه رفتن یاد بگیریم بعد شروع کنیم به دویدن. این بهترین روشه توی هر کاری، در همه چیز رو از پایه بلد باشیم تا بتونیم توش بهترین خودمون باشیم. اگه گاهی اوقات توی مسیری که دارید آدمی بودن که شما رو میخواستن ناامید کنن، به نظرم بهتر که بهشون گوش ندید، چون تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که شما رو ناامید کنن. چیکار دیگه بلد نیستن و ندارن. و راستش بیشتر وقتا آدم ها حرف از ناامیدی میزنن، حرف از اینکه شما نمیتونید کار رو انجام بدین و بیشتر دلیلش اینه که نمیتونن جای شما باشن و دلشون هم نمیخواد که شما اونجا باشید و دوست ندارن اگه خودشون نمیتونن یه جا بمونن و برن سر یه کاری بقیه هم برن اونجا تو مسیر باشم. اینجوری چی میگم؟ و همین بهتره یا خیلی راجع به رویا و هدفاتون با دیگران حرف نزنید، یا اینکه که حرف زدین و بهتون اون دسته از آدم ها خواستن شما رو ناامید کنن، بهتر بهشون گوش ندین و تنها کاری که بکنین مسیرتون ادامه بدید. یه بار وقتی خیلی ناامید بودم و دلم نمیخواست دیگه ادامه بدم، مسیرم رو یه جاده تاریک در نظر گرفتم. یه جاده که در شب در حال حرکته و جلوشو نمیتونیم ببینیم، چون حس میکنم هدف همه ما همینطوریه، مثل جاده تاریکیه که نمیتونیم آخر جاده رو ببینیم. و تصور کنید که اون جاده فقط دوتا چراغ داره که شما فقط میتونین جلوی پاتون رو نگاه کنید. و وقتی همه این مطالب به پدرم گفتم، به هم گفتن پدرم که اون جاده صافه و قرار نیست در اون جاده منحرف بشی و مستقیم ادامه میدی تا به هدفت برسی. پس اگه حس میکنید که الان ناامیدید یا حس میکنید کاراتون خوب پیش نمیره، شاید دلیلش اینه که هنوز با آخر جاده نزدیک نشدیم. به نظر بهتر هم مسیر رو هممون ادامه بدیم تا به موفقیت برسیم. اگه هم هنوز نتونستید جاده رو پیدا کنید، یعنی جاده هدفتون رو پیدا کنید، به نظرم باید به گشتن ادامه بدید، خودتون رو پیدا کنید، چون دیر یا زود شما هم به هدفی که میخواید میرسید. شما هم دیر یا زود مسیرتون رو پیدا میکنید و قطعا یه روز موفق میشید. و تنها چیزی که مهمه اینه که هیچ وقت ناامید نشیم و مسیرمون رو ادامه بدیم، بدون اینکه به نظر و حرف دیگران اهمیت بدیم، چون بیشتر آدم ها بر همین اونجا وایستادن که شما رو ناامید کنن، چون تنها کاری که بلدن همینه. Thank you.
من واقعا نتونستم شب گذشته خوب بخوابم و تقریبا تا صبح بیدار بودم و تنها کاری که تونستم انجام بدم و اون لحظه به ذهنم رسید تا حالم بهتر بشه این بودش که دفترم رو باز کنم و تا جایی که میتونم طراحی کنم تا ذهنم آروم بشه. به نظرم خیلی خوبه که هممون وقتی احتیاج داریم ذهنمون آروم باشه یه راهی پیدا کنیم تا بتونیم حلش کنیم. بیشترمون نمیدونیم باید چی کار کنیم وقتی حالمون بد میشه یا باید چطوری راجع به احساساتمون صحبت کنیم. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیو بعدی فرمان خداحافظ. یکی دیگه از کارهایی که به ذهنم رسید خوندن چند خط کتاب بود. اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاد ده همیشه شکست میخوری. هدفت بعد این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی که حقیقی ترین نسخه خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی، تشویقش کنی، دوستش داشته باشی، برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخرش میکنه یا بهش دهنکجی میکنه محل نذاری. شاید بیشترشون در واقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن. سرتو بنداز پایین، استقامتتو حفظ کن، به شنا کردن ادامه بده. نورو حرف خودش رو زیر لب تکرار کرد، به شنا کردن ادامه بده.